یک نامه است که جلال آل احمد که میدونید پدر و برادرش آخوند بودن، خودش بعدها توده‌ای میشه و به بسیاری از روشنفکران ضد پادشاهی از جناح ملی مذهبی و جناح کمونیستی رفیق بوده. این نامه رو میخوام خوب دقت کنید، این نامه دقیقا مال امروزمون هم هست. چند نکته در این نامه ای که جلال آل احمد نوشته به خمینی، این نامه رو فروردین 1143 تازی پرستی 2523 شاهنشاهی ایرانی نوشته. جلال احمد اون موقع کمونیست بود از یه خانواده مذهبی. چند نفر متوجه شدید که برای استفاده از تقویم فقط از فروردین 1143 استفاده نکرده، بلکه یه کار دیگه هم انجام داده جلال آل احمد. و اون چیه؟ جلال آل احمد روشنفکر کمونیست ضد پهلوی ما اومده در بالای نامه از تقویم قمری اسلامی استفاده کرده و نوشته چی؟ ذیحجه 1383 قمری. حالا تو این نامه یک کار دیگه هم میکنه جلال آل احمد. این درست زمانی است که پس از اتفاقات سال 41 و 42 که محمد رضا شاه پهلوی پرچم دشمنی با آخوندها رو برداشته و به جنگ اسلام شیعه ضد زن در قصد آخوندها داره میره دیگه، درست در فروردینش شما حساب کن این حق رأی زنان رو شاه داده، خمینی قیام کرده، آقا فروردین سال 43 تازی پرستی به خمینی چی نوشته براتون میخونم تا بدانید اینایی که میگن شاه نذاشت ما جلوی خمینی رو بگیریم و تو اتحاد برای دموکراسی واشنگتن هم دعوت میشن آدمای کثیف. فروردینش بله نوشته 31 که فکر کنم 21 31 فروردین 8 ذیحجه 1383 قمری تاریخ خود یارو مرتیکه آل احمد کمونیست زده. آیت الله وقتی خبر خوش آزادی آن حضرت تهران را به شادی واداشت، فقرا منتظر الپرواز بودند به سمت بیت آیت الله، به سمت بیت الله. این است که فرصت دستبوسی نشد. دستبوسی وقتی دارت این جان شنیدی چی گفتم؟ دستبوسی. این که فرصت دستبوسی مجدد نشد. آل احمد به خمینی میگه سال 43 بعد از قائله 15 خدا 42 میگه دستبوسی. بعد شروع میکنه میگه اول این که مردی شیعه جعفری رو در مکه دارم. آل احمد رفته مکه چون برادرش هم میدونید که برادرش حجت الاسلام آل احمد رفته بود عربستان تبلیغ شیعه بکنه، برادر همین آقا ها. بعد صحبت از این که شیعه چقدر مهمه و خلاصه میگه چقدر مثلا و از اخباران واقعی 15 خرداد این شیعیان اونجا خبر داشتن. بعد میگه در اونجا مرد شیعه جعفری رو دیدم از اهالی الاحزا حوالی کویت و اینا، میگفت 80% اهالی الاحزا و فلانجا شیعن، از اخبار 15 خرداد خبر داشتن، مضطرب بودن و از این مزخرفات. همه رو نمیخوام بخونم. بعد شروع میکنه میگه فلان و اینا. بعد حالا یه قسمت جلال احمد نامه رو میگه و این میگه دیگر این که طرح دیگری در دست داشتم که تمام شد، درباره نقش روشنفکران میان روحانیت و سلطنت و توضیح این که چرا این حضرات همیشه در آخرین دقایق فلان و فلان. بعد اینو میگه اگر عمری بود و برگشتیم تمامش خواهم کرد و به حضورتون خواهم یه پروژه داره که همین آخوندا رو بکشونه زیر عبای خمینی. بنابراین جلال احمد داره به خمینی میگه یه طرحی دارم که همش رو بیارم زیر عبای تو. بعد جلال احمد یه بعد و تحقیق داره، مثلا اینجا میگن پست اسکریپتوم، یعنی نامه رو تمام میکنی بعد یه چیزی در ادامهش اضافه میکنی. جلال احمد اینو میگه و این اف اوج افتضاحه. به خمینی میگه همچنان که آن بار در خدمتتان به عرض رسانه، یعنی بغل خمینی هم بوده، فقیر گوش به زنگ هر امر و فرمانی است که از دستش برایت میگه. میگه دیده شد که گاهی اعلامیه ها و نشریاتی به اسم و عنوان حضرات در می آمد که شایستگی و وقار نداشت. نشانی فقیر را یعنی جلال آل احمد خودشو را هم حضرت صدر می داند و همینجا می نویسم تجریش آخر کوچه فردوسی. یعنی چی؟ یعنی بده این بیانیه های تو خمینی که آدم بی سوادی هستی و از لحاظ گرامری و نوشتن اشکالات داره، بده من نویسنده کمونیست برات چیکارش کنم مارتین جان؟ درستش کنم. نکته اینه جلال آل احمد با خمینی ارتباط داشت و یه نکته مهمتر توشه، نوشته های خمینی رو خونده بود. این جایی که نوشته آل احمد
کتاب خمینی، بیانیه ها و اعلامیه خمینی رو خونده بود دیگه. اگه نخونده بود نفهمیده بود که اینا اشتباهات گرامری و اشتباهات دیکته دارن. درست دارتیم چند دیگه؟ خونده بود و خوشش اومده بود و بعد گفته بود بیا من برات پاک نویس کنم که آبروت نره. یعنی هم آل احمد میدونست خمینی بی سواده و هم نوشته هاشو خونده بود.